بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. اداره شعائر موکبها و هیئت‌های حسینی عراق و جهان اسلام وابسته به حرم‌های مقدس حسینی و عباسی از شرکت بیش از 200 دسته عزاداری در مراسم بزرگداشت 10 روز اول ابا عبدالله حسین علیه السلام در ماه محرم خبر داد. در همین راستا عقیل الیاسری رئیس بخش شعائر آستان مقدس حسینی طی اظهاراتی گفت کلیه اطلاعات هویتی صاحبان موکب‌ها بروز و کامل شده و طی مسببات اداری و قانونی و با هماهنگی مسئولین به فرماندهی انتظامی استان کربلای معلا و حفاظت حرمین شریفین ارسال شده است. به مناسبت ماه عزای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران ایشان، بقاع متبرکه در کشورهای عراق، ایران و سوریه سیاه پوش شدند. در این مراسم پرچمهای سیاه بر فراز گنبدهای حرم مطهر اهل بیت علیهم السلام برافراشته شد و میلیونها نفر از عاشقان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در این مراسم شرکت کردند. این مراسم در شهرهای کربلای مقدس، نجف اشرف، شهر مقدس کاظمین، شهر مقدس سامرا، حرم مطهر رضوی در مشهد و حرم حضرت مطهر زینب سلام الله علیها در سوریه برگزار شد. جماعت اسلامی هند و جمعیت علمای هند نگرانی‌های شدیدی را در مورد افزایش خشونت علیه مسلمانان به خصوص بعد از دوره سوم نخست وزیری نارندرا مودی در این کشور اظهار داشتند. این دو نهاد اسلامی گزارش‌هایی مبنی بر لینچ، اعدام غیرقانونی در ملأ عام یا ضرب و جرح منجر به مرگ توسط هندوها که معمولاً برای ترسانیدن گروه اقلیت مسلمانان انجام می‌گیرد و تخریب اموال مسلمانان در سراسر کشور منتشر کرده است. اداره مسکن و توسعه منطقه مهاراشترا اعلام کرد قصد دارد مسجد 80 ساله اسلامیه در منطقه دادار را تخریب کند، اقدامی که خشم قابل توجهی را در میان جامعه مسلمانان محلی برانگیخته است. این تصمیم بدون مشورت هیئت وقف یا رعایت مقررات وقف و به دستور یک سازنده خصوصی گرفته شده است. پس از اطلاع از تخریب قریب الوقوع، هیئت وقف مهاراشترا به سرعت اطلاعیه ای را صادر کرد و یادآور شد که هیچ گونه صلاحیتی برای صدور هر گونه اطلاعیه در مورد اموال مذکور ندارد. شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان از آغاز پرواز هوایی از پاکستان به عراق برای شرکت در مراسم عاشورای حسینی خبر داد. شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان روز گذشته اعلام کرد پروازهای ویژه به شهر نجف اشرف در عراق با هدف انتقال زائرین در ایام عاشورا را آغاز کرده است. اخبار منتشر شده در پایگاه‌های خبری پاکستان حاکی از آن است که خطوط هوایی بین المللی پاکستان برنامه ویژه‌ای را برای انتقال زائران به عراق آغاز کرده است و قرار است دو پرواز در 17 تیر و 21 تیر 1403 انجام شود. سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست تا در نشست آتی خود در واشنگتن موضعی مسئولانه نسبت به خنثی کردن بحران‌های کنونی و افزایش ثبات و صلح بین المللی اتخاذ کند. این سازمان در بیانیه‌ای نگرانی خود را از نزدیک بودن خطر وقوع یک جنگ جهانی فراگیر در صورت ادامه مواضع تشدید کننده و افزایش تنش‌های سیاسی ابراز کرد. سازمان جهانی مسلمان آزاده از رهبران کشورهای توسعه یافته خواست تا مواضع خود را بازنگری کنند و برای رفع مشکلات فعلی تلاش جدی کنند.
گرد و غبار و حرکت شنهای روان به خشک شدن 150 هزار هکتار زمین کشاورزی مردم در سیستان و بلوچستان منجر شده و هزاران هکتار زمین کشاورزی در سیستان و بلوچستان متروکه و رها شدند. بر اساس گفته پژوهشگران، اکنون مجموعه مساحت 382 هزار هکتاری طالابهای هامون و 150 هزار هکتار زمینهای کشاورزی متروکه به یک کانون 532 هزار هکتاری برای تولید گرد و غبار تبدیل شده است. کوپرنیک که برنامه نظارت فضایی اتحادیه اروپا برای گرمایش زمین اعلام کرد. ماه جوان سال 2024 رکورد گرمای تاریخ این بازه زمانی را شکست. بر اساس این گزارش، پس از یک سال افزایش ماه به ماه دمای زمین، گرمای ثبت شده در فاصله ژوئیه 2023 تا جوان 2024 نشانگر افزایش 1.64 درجه سانتیگراد نسبت به میانگین ثبت شده در فاصله سالهای 1850 تا 1900 است. 50 سال منتهی به آغاز قرن 20 زمانی است که هنوز گازهای آلاینده تولید بشر به حدی نرسیده بودند که باعث افزایش دمای زمین شوند.